ساختار حکومت کانادا از پادشاه یا ملکه بریتانیای کبیر، دولت فدرال، دو مجلس سنا و عوام، دولت‌های ایالتی و فرماندار کل که به عنوان نماینده ملکه الیزابت ایفای نقش می‌کند تشکیل شده است. رای دهندگان کانادا و شهروندان نیز در قاعده این هرم قرار می‌گیرند. این کشور توسط دولت‌های مستقل از هم اداره می‌شود که در مجموع زیر پوشش دولت فدرال قرار گرفتند. الیزابت دوم ملکه بریتانیا، ملکه کشور کانادا نیز هست و قانون به امضا و به نام او رسمیت و ضمانت اجرایی پیدا می کند. نزدیکی جغرافیایی این کشور به آمریکا سبب شده تا روابط اقتصادی کانادا و آمریکا بسیار گسترده تر باشد. به گونه ای که آمریکا و کانادا بزرگترین رابطه اقتصادی را در جهان دارند و حجم معاملات این دو کشور با هم از معاملات هر دو کشور دیگری در جهان بیشتر است. با این حال این رابطه اقتصادی قوی زیانهایی هم برای کانادا در پی داشته است. آلودگی ناشی از فعالیت کارخانه‌های آمریکایی در نزدیکی مرز دو کشور یکی از این زیان هاست. این کشور تا سال 1713 مستعمره فرانسه بود. در این سال انگلیس کنترل آن را در دست گرفت. در قرن 19 کانادا استقلال یافت. این کشور عضو کشورهای همسود یا مشترک المنافع است. کنفدراسیون کانادا زیر نظر تشریفات سلطنت مشروطه مرتبط با پادشاهی متحده اداره می شود. پایتخت سیاسی کانادا شهر اتاوا است، محلی که در آن مجلس فدرال کشور و خانه فرماندار کل قرار دارد. او یک کانادایی است که به صورت تشریفاتی رئیس مملکت است و به عنوان نماینده ملکه الیزابت دوم در کانادا مستعمره سابق بریتانیای کبیر زندگی می کند. فرماندار کل توسط پادشاه و به توصیه نخست وزیر منصوب می شود.